عرض ادب و احترام دوستان به استدیو سلام و خوش اومدید امروز معرفی یک محصول بی‌نظیر و خاص رو داریم از شرکت LG که اینجا تلویزیون یا در واقع مانیتور 27 اینچی لمسی قابل شارژ و حملی شرکت انجی رو داریم مدل R10 که در سایز 27 اینچ عرضه شده دستگاه ساخت و من منتاج کشور کره جنوبی هستش که کد کاملش 27 آرت 10 AKPL هستش و این تلویزیون سال 2021 توسط شرکت انجی معرفی شد مونتا تو سال 2022 عرضه شد برای همین ما مدل دستگاه رو سال 2021 در نظر میگیریم این تلویزیون یا این مانیتور دوستان در واقع جزء تلویزیون های سری استند بای می شرکت انجی هستش که انجی با شعار استند بای می این دستگاه رو, 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 رو بازار کرده که که معنیش میشه همون کنار من بمون یا کنار من بیس که در واقع مجاز به یک نمایشگر لمسی هستش که یک پایه بلند داره که اینجا ملاحظه میکنید باتری سر خوده و همچنین یک سری چرخهای مخفی و متحرک هم داره که شما میتونید خیلی راحت این دستگاه رو هر جایی که خواستید جابجا بکنید دقت کنید این دستگاه دوستان بیشتر مناسب استفاده محیط های سربسته یا همون این دور هستش حالا شما میتونید در محیط های روباس هم ازش استفاده بکنید من تا دقت داشته باشید این دستگاه دوستان ضد آب نیستش و از اونجایی که چرخاش به صورت مخفی کار شده و ارتفاع خیلی کمی داره اگر روی سطح ناهموار بخواید اونو حرکت بدید ممکنه که به دستگاه آسیب برسه این تلویزیون جزء تلویزیون های سری لایف استایل شرکت ال هم هست که در واقع این تلویزیون اولین تلویزیون شرکت ال جی تحت سری استندبای می که به بازار عرضه شده از استفاده های این تلویزیون بخوام بگم براتون دوستان شما میتونید از این دستگاه یا از این نمایشگر به عنوان یک نمایشگر مکمل در کنار لپتاپتون یا مانیتور سیستم خونتون ازش استفاده بکنید یا در کنار مکمل برای یک تلویزیون حرفه ای استفاده بکنید استفاده ها دیگه ای هم داره که شما میتونید باهاش کانال های اینترنتی تلویزیون رو بگیرید وبگردی رو انجام بدید محتویات گوشی موبایلتون رو برای نمایشگر این تلویزیون انتقال بدید میتونید برای انواع و اقسام کارهای آموزشی ازش استفاده بکنید و یا برای پرزنت کردن محصولات خدمات و سرویس هاتون به مشتریان میتونید از این دستگاه استفاده بکنید که در واقع پرستیژ کاری خیلی خاصی به شرکت شما میده با من همراه باشید در ادامه با معرفی کلی و اجمالی تلویزیون آرت شرکت جی. در بخش طراحی و کیفیت ساخت این تلویزیون طراحی بسیار متفاوتی رو نسبت به تلویزیون های رایج موجود در بازار داره. زبان طراحی این تلویزیون دوستان وایلیس دیزاین هستش که دلالت بر شارژی بودن بیسیم بودن و قابل هم بودن دستگاه میده. رنگ بدن این دستگاه دوستان به رنگ بژ روشنه و خب از اونجایی که رنگ دستگاه خیلی خیلی روشنه کمی رنگ دستگاه به سفید متمایل شده که اینجا شما ملاحظه می‌کنید که انگار رنگ دستگاه واقعا رنگ سفیده متریال به کار رفته در فریم دور نمایشگر و همچنین این قسمت کفی و محفظه نگهدارنده باتری دستگاه از پلاستیک استفاده شده و در قسمت هایی هم مثل همین میله نگهدارنده و همچنین میله چرخان دستگاه از متریال فرزی در اون استفاده شده و در کل دستگاه کیفیت ساخت واقعا خوب و قابل قبولی داره نمای پنل پشتی مانیتور هم دوستان یک جنس پارچه‌ای به کار رفته که طراحی بسیار خاصی داره که ما در این قسمت دکمه پاور دستگاه برای خاموش روشن کردن و دکمه کم کردن صدا رو داریم و در این قسمت هم پورت‌های ورودی دستگاه تعبیه شده که شامل یک عدد پورت USB به همراه اشتیمای نسخه 1 و 4 هستش پای بلند دستگاه رو اینجا داریم این دوستان پای بلند رو شما میتونید برای تنظیم ارتفاع استفاده بکنید به این صورت که شما میتونید به اندازه 20 سانتی متر نمایشگر رو بالاتر یا پایین قرار بدید که کار کردن واقعا باهاش خیلی خیلی راحت با یک اشاره انگشت خیلی راحت میتونید ارتفاع نمایشگر از سطح میز رو تنظیم بکنید در قسمت بالای میله نگهدارنده اینجا ما یک حفره رو داریم که در واقع شما میتونید از این قسمت استفاده بکنید برای حمل و نقل کردن دستگاهتون حالا هر جایی که اون اونو با خودتون این و اونور حمل بکنید و یا به عنوان جای ریموت کنترل ازش استفاده بکنید به این صورت که ریموت کنترل داخلش قرار بدید و خب هر جایی که دستگاه رو با خودتون بردید ریموت کنترل هم همراه دستگاه باشه این هم از ریموت کنترل این تلویزیون که ملاحظه میکنید اختصاصی برای این تلویزیون ساخته شده به رنگ سفید که حالا دکمه نسبتا کمی هم داره برای خام روشن کردن کموزی یاد کردن صدا تغییرات ورودی تنظیمات و همچنین یک سری شورتکات های دیگه که در دسترس شما هستش که حالا بتونید باش اپلیکیشن مختلفی رو باز بکنید و خب دقت کنید این ریموت کنترل دوستان ماجیک ریموت نیستش و عملکرد موسی رو در اختیار شما قرار نمیده میرسیم به این میله چرخان دستگاه دوستان که با یک مکانیزم خاصی به مانیتور وصله و شما میتونید دستگاه رو هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی به این شکل استفاده بکنید و هر طور که خواستید اون رو به چرخانید به فرض مثال شما اگر اینطور تنظیم کردید خیلی راحت میتونید به صورت افقی این شکلی مانیتور رو به چپ و راست بچرخونید که ملاحظه میکنید خیلی راحت چرخیده میشه و تنظیم میشه و حتی میتونید در زاویه عمودی هم به این صورت دستگاه رو تنظیم بکنید و خب دست شما بازه به هر طرف که دلتون خواست میتونید مانیتور رو تنظیم بکنید قسمت کفی دستگاه هم دوستان اگر دقت بکنید پنج تا چرخ مخفی کار شده که ارتفاع خیلی کمی از سطح میزن دارم و شما خیلی راحت میتونید با یک دست دستگاه رو هر جایی که خواستید با خودتون این اونور اون ور حملش بکنید دقت داشته باشید دوستان سعی کنید دستگاه رو همیشه روی سطح صاف و هموار تکون بدید حالا مثل موکت، فرش، سرامیک و یا پارکت و خب ترجیحا رو روی سطوح نو هموار دستگاه رو تکون ندید چون گفتم پایه هاش خیلی ارتفاع کمی داره به صورت مخفیه و خب اگر روی سطوح نو هموار بخواید تکون بدید دستگاه رو ممکنه که به قسمت محفظه باتری دستگاه آسیب برسونی باتری دستگاه هم طبق ادعای شرکت ال تو مدت زمان 4 ساعت شارژ میشه که با یک بار شارژ کامل شما میتونید به طور مداوم و 3 ساعت از تلویزیونتون استفاده بکنید و یک آداپتور اختصاصی هم برای شارژ دستگاه تعبیه شده که اینجا ملاحظه میکنید برای شارژ این تلویزیون میتونید ازش استفاده بکنید یک نشانگر هم داره که اگر به رنگ قرمز در بیاد یعنی دستگاه در حال شارژ شدن و یا اینکه درصد شارژ خیلی پایینه و اگر رنگش هم سبز باشه یعنی دستگاه فول شارژ شده و یا اینکه میزان باتری شما بالای 80 درصده که البته روی خود نمایشگر دستگاه هم یک نشانگر باتری تعبیه شده که به درصد میزان شارژ باتری دستگاه رو به شما اعلام میکنه و نکته آخر هم در مورد طراحی این تلویزیون بگم بهتون دوستان این دستگاه فقط به صورت ایستاده قابل استفاده هستش. و در واقع شما نمیتونید تلویزیون رو جدا کنید و حالا مثلا بخواید اون رو دیوار نصب کنید بلکه حتما باید روی این پایه نصب شده باشه و فقط هم به این شکل قابل استفاده خب میرسیم به بخش کیفیت تصویر و نمایشگر تلویزیون LG مدل آرت ده. پنل این تلویزیون دوستان IPS هستش که یک نمایشگر مات داره به همراه رزولوشن تصویر 1920 در 80 پیکسل که در واقع کیفیت تصویر این تلویزیون دوستان فول اچ هستش از اونجایی که پنل دستگاه IPS هست و خب فاقد سیستم نوردهی موضوعی یا لوکال دیمینگ هستش این تلویزیون متاسفانه کنتراست تصویر خوبی نداره اون رنگ مشکی خوبی نداره علاوه خصوص در محیط تاریک و کم نور برای استفاده حالا فیلم و سریال این تلویزیون زیاد توصیه نمیشه ولی خب از اونجایی که دستگاه دیده به بسیار خوبی داره که شما میتونید از گوشه کنار هم به تلویزیون نگاه بکنید که حداقل افت کیفیت تصویر رو داشته باشید پن تلویزیون دوستان 60 هرسیه و قادر به پخش محتوای فول اچ با نرخ 60 فریم بر ثانیه هستش و خب متاسفانه این تلویزیون رزولوشن های 2K و 4K رو دوستان ساپورت نمیکنه چیپ تصویر دستگاه هم الفا 7 نسل 4 که حالا وظیفه پردازش صدا و تصویر رو در این تلویزیون 27 اینچی بر عهده داره و میتونه محتوایی که حالا زیر کیفیت تصویر فول اچ دی ارتقا بده و اونا رو در حد کیفیت تصویر فول به شما نمایش بده پنل این تلویزیون هم دوستان 8 بیتیه که حالا خوشبختانه تکنولوژی اف رو هم با خودش داره و میتونه تیف رنگی گسترده ای رو به شما نمایش بده که کیفیت رنگ هم در این تلویزیون خوب و قابل قبوله این مانیتور حتی توانایی پخش محتوای اشتیار رو هم داره و شما حالا میتونید محتوای HDR حالا نسبتا پیشرفته نه حالا محتوای HDR معمولی رو با این نمایشگر هم ببینید و یکی از مهمترین شاخصه های کیفیت تصویر و نمایشگر این تلویزیون دوستان مات بودن اون هستش که شما اینجا ملاحظه میکنید این دستگاه کامل نور محیط رو به خودش جذب میکنه و اصلا نور محیط رو منعکس نمیکنه برای شما حتی میتونید زیر نور آفتابم از این تلویزیون پورتابل استفاده بکنید به راحتی یا حتی در محیط هایی که حالا لامپای زیادی هستش منبع های روشنایی زیادی هستش بدون اینکه نگران انعکاس نور بشید و اینکه حالا بخواد مثلا شما رو اذیت بکنه خیلی راحت بتونید از دستگاه استفاده بکنید که اینجا شما داخل تصویر هم کیفیت تصویر این تلویزیون رو ملاحظه می‌کنید که در حد استفاده هایی که حالا برای این دستگاه تعبیه شده کیفیت تصویر روشنایی و وضوح تصویرش به نظر من واقعا عالی و راضی کننده است خب بریم سراغ بخش گیمینگ و مشخصات فنی گیمینگ ببینید دوستان این تلویزیون یک تلویزیون گیمینگ به حساب نمیاد دستگاه فقط قدرت پرت یک عدد پورت HDMI نسخه 1 و 4 رو داره و ماکسیمم کیفیت تصویری هم که میتونه به شما بده همون فول HD 60 ه که البته شما میتونید حالا لپتاپتون و یا کنسول بازیتون رو از طریق پورت HDMI به تلویزیون متصل بکنید و باهاش بازی بکنید. اون تا اصلا ابدا انتظار مشخصات گیمینگ رو از این تلویزیون نداشته باشید. نه نرخ تاسازی و رو داره و حتی ALLM رو هم این دستگاه ساپورت نمیکنه و خب تأخیر ورودی در این مانیتور حالا به نسبت تلویزیون های رایج موجود در بازار کمی بالا هستش که اینجا شما ملاحظه میکنید ما بازی FIFA 23 رو از طریق کنسول PS5 بر روی تلویزیون پخش کردیم که البته دستگاه حالت بازی داره قسمت گیم اپتیمایزر هم داره که روی حالت بازی سویچ میشه که روشننش حالا میشه گفت در حد قابل قبول هستش ولی خب روشنش به اون صورت زیاد نیستش و خب تلویزیون بیشتر حالا مناسب کنسولایی های نسل هفتمی هستش چون ALM رو متاسفانه ساپورت نمی کنه های مثل ps و یا Xbox 360 رو شما خیلی راحت میتونید به تلویزیون متصل بکنید و از بازی کردن با این مانیتور قابل هم لذت ببرید در خصوص سیستم صوتی این تلویزیون هم بگم براتون دستگاه یک سیستم صوتی دو کاناله معمولی داره که در واقع دو تا بلنگوی سایت فایرینگ 5 واتی هستن که مجموع خروجی صداش برابر 10 واته با توجه اینکه دستگاه سایز 27 اینچیه این میزان خروجی صدا برای این تلویزیون کفایت میکنه این تلویزیون همچنین از بلوتوس نسخه 5 پشتیبانی میکنه شما میتونید هدفون سانبار، اسپیکر یا هر سیستم صوتی که دلتون خواست میتونید از طریق بلوتوس به تلویزیون کانکت بکنید و خروجی صدای تلویزیون رو بر روی سیستم صوتیتون بشنوید در ادامه با آن همراه باشید که تست صدای این اسپیکرها رو از دوربین و میکروفون سلام بابا بشنوید تلویزیون r یک تلویزیون هوشمنده که در دسته اسمارت تیوی ها قرار میگیره. پلتفرم این تلویزیون سیستم عامل وب اس نسخه 6 هستش که در واقع با پلتفرم تلویزیون های رایج و معمولی شرکت LG کمی تفاوت داره. از اونجایی که این دستگاه این مانیتور کلا به صورت لمسی و تاش طراحی شده، این پلتفرم هم برای استفاده به صورت لمسی سازی شده و کمی تغییرات رو نسبت به پلتفرم وب اس ترمینال های ال جی در اون هستیم این قسمتی که اینجا ملاحظه می این دوستان هوم دستگاه هستش که به صورت پیش فرض اپلیکیشن هایی مثل نتفلیکس یوتیوب آمازون پرایم ویدیو روش نصب شما میتونید براش اسپاتیفای توییچ و حالا برنامه های دیگه دانلود بکنید خود تلویزیون هم 2 گیگابایت حافظه داخلی داره که شما میتونید با مراجعه به قسمت فروشگاه اختصاصی شرکت ال جی برای تلویزیونتون بازی برنامه و اپلیکیشن هم دانلود بکنید تلویزیون پشتیبانی از بلوتوث نسخه 5 رو داره شما میتونید هر نوع دستگاهی رو به صورت بیسیم و اینکه بلوتوث به دستگاه کانکت بکنید و همچنین قابلیت اتصال به وایفای و اینترنت رو داره و همچنین یک مرورگر وب هم برای این تلویزیون تعبیه شده که شما خیلی راحت میتونید با این مانیتور شارژی وبگردی رو هم انجام بدید تلویزیون r ng از تکنولوژی اپل اپلی هم پشتیبانی میکنه در نتیجه شما خیلی راحت میتونید انواع احسان گوشی های آیفون و حتی گوشی های اندرویدی رو به تلویزیون کانکت بکنید و محتویات گوشی موبایلتون رو بر روی نمایشگر تلویزیون استریم بکنید همچنین گفتیم این تلویزیون دوستان یک عدد پورت USB و یک عدد پورت HDMI رو داره شما میتونید هر نوع دستگاهی رو کانکت بکنید چه فلش USB باشه چه حالا دستگاه دیگه گفتیم یکی از استفاده دستگاه استفاده از این مانیتور به عنوان مانیتور مکمل هستش به فرض مثال شما اگر مثلا لپتاپ داری یا یک سیستم خونگی با چند تا مانیتور و حالا میخوای یک سری اطلاعات نمودارها و یا هر چیز دیگه که حالا مد نظرتون هست برای رصد کردن میتونید از این تلویزیون استفاده بکنید که به عنوان یک مانیتور مکمل داشته باشید یا در کنار یک تلویزیون حرفه ای میتونید از این مانیتور هم استفاده بکنید پورت یو اس بی هم داره دوستان فلش یو اس بی میخوره که شما میتونید در محیط های دانشگاهی و آکادمیک برای ارائه کنفرانس از این دستگاه استفاده بکنید و کنفرانستون رو, رو, روی این مانیتور به نمایش بذارید و اون رو توضیح و ارائه بکنید از استفاده های دیگه این دستگاه دوستان میتونم براتون بگم برای استفاده آموزشی هستش حالا انواع اقسام استفاده های آموزشی بلفرضش مثال شما میخواید نقاشی بکنید میتونید نمونه و سامپلتون رو, رو روی این مانیتور داشته باشید یا بلفرض مثال داخل آشپزخونه دارید آشپزی میکنید میتونید از این دستگاه استفاده بکنید که اون برنامه آشپزی یا اون فیلم آشپزی که داره پخش میشه روی مانیتور پخش بکنید و در همین حین شما داخل آشپزخونه به آشپزی کردن به پردادی در کل برای بلاگرهای لایف استایل بلاگرهای آشپزی و بلاگرهای به اصطلاح آرایشی بداشتی میتونه گزینه جذاب و منحصر به فردی باشه یکی از بهترین استفاده هایی که به نظر من میشه از این مانیتور شارژی کرد دوستان استفاده از این مانیتور برای ارائه کردن محصول پرزنت کردن خدمات و سرویس ها هستش به فرض مثال شما یک شرکتی هستی یا یک فروشگاهی هستید و محصولی دارید که میخواید به مشتری ارائه بدید و اونو معرفی کنید و توضیح بدید براش خیلی راحت میتونید از این نمایشگر استفاده بکنید به این صورت هم حالا شما میتونید این شکلی عمودی بذارید و اون محصولی که دارید اون کالا اون خدماتی که دارید خیلی راحت میتونید داخل فروشگاهتون به این شکل برای مشتری توضیح بدید که هم پرستیژ خیلی خاصی به کار شما میده و همین که حس بسیار خوب و مثبتی رو در مشتری ایجاد خواهد کرد. در کد در نظر داشته باشید با این مانیتور شما میتونید تقریبا هر نوع کاری انجام بدید. فلش یو اس پی وصل بکنید، اینو ببرید داخل اتاق خوابتون، باش فیلم ببینید یا حتی مثلا میتونید ببرید داخل حیاتتون و با دستگاهتون مثلا موسیقی و آهنگ پخش بکنید. هر کاری که حالا به ذهن شما میرسه که مثلا با یک مانیتور 27 اینچی یا یک تلویزیون 27 اینچی چه کاری میتونید انجام بدید همین کار رو هم میتونید با این مانیتور 27 اینچی انجام بدید ولی خب به نظر من مهمترین استفاده از این دستگاه همون استفاده برای شرکت ها هست جهت پرزنت کردن و ارائه کردن انواع اقسام محصول کالا خدمات و سرویس هایی که حالا اون شرکت میتونه ارائه بده و خب واقعا دستگاه لوکس و لاکچری و بسیار شیک و زیبایی هستش از شرکت LG مرسی که تا انتهای این ویدیو و این بررسی با ما همراه بودید تا ویدیوی دیگر شما رو به خدا بزرگ میسپارم. بهزود